سلام و ادب خدمت شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که جور باشین و صحتمند. فصل پنجم از کیمیای صنف هشتم با آخر رسید. امروز وارد فصل جدید ششم میشویم که درس اول از فصل ششم کیمیای صنف هشتم را در خدمت شما عزیزان هستیم. 2-0-964-780-255-40-13 نمبر ارتباطی برنامه است که از این طریق میتونید با ما در فضای مجازی ارتباط بگیرید. موضوع این فصل ششم درس اول در رابطه با مرکبات مهم صنعتی است. در این فصل شما با مرکبات مهم صنعتی آشنا خواهید شد که در صنعت زراعت بسیار بسیار مهم و پرکاربرد است. و اما اهداف درسی که امروز ما و شما می‌خواهیم با هم یک جای کار کنیم. امروز با کد آشنا خواهید شد و همچنان عناصر ضروری در نباتات را با هم یک جای یاد خواهیم گرفت. و در آخر مطلب درسی امروز هم غذای نباتات را با هم یاد خواهیم گرفت که چگونه نباتات غذای خود را به دست می آورند. با شروع درس امروز با ما همراه باشید. و اما کود. کود چی است؟ مواد غذایی که همانطور که در شکل مشاهده می کنید، مواد غذایی که به زمین زراعت علاوه می شود و این مواد غذایی از طریق ریشه ها جذب گیاه می شود و باعث رشد و نمو نباتات می شود. پس کود یک نوع مواد غذایی است. در کودهای کیمیاوی انواع عناصر کیمیاوی وجود دارد که بسیار برای رشد نباتات مهم است، که در ادامه با انواع عناصر ضروری که در نباتات هست با هم آشنا خواهیم شد. شاگردان عزیز، بر اساس نحوه تولید آنها به دو دسته منقسم می شود. یا کودها به صورت طبیعی است که شکل آنها را در تصویر مشاهده می کنید، که کودهای طبیعی بر اساس باقی مانده اجسام موجودات حیه به دست می آید. و قسم دوم کودهای صنعتی است که شکل آن را در تصویر باز شما مشاهده می کنید. کودهای صنعتی همانطور که از نامش پیدا است در صنعت لابراتوارها توسط تعاملات کیمیاوی تشکیل می شود. پس کودها به دو دسته صنعتی و طبیعی منقسم می شود. و اما در نباتات چی عناصر ضروری موجود است؟ عناصر بسیار ضروری و پرکاربرد در رشد و نمو نباتات عبارت است از عناصری که برای شما مشخص شده است. اولین عنصر ضروری عنصر فسفرس است. دومین عنصر نایتروژن است. و سومین عنصر هم عنصر پتاسیم است. که در ادامه هر کدام از این عناصر را با هم یک جای کار میکنیم که هر کدام به طور جداگانه چه تأثیرات مثبت و منفی را بر روی رشد و نمو نباتات دارد. اولین عنصر ضروری که برای رشد و نمو نباتات مورد استفاده قرار میگیره شاگردها عنصری است به نام نایتروژن.
نباتات نایتروژن را هم از طریق هوا اتمسفر و هم از طریق ریشه ها جذب می کند برای رشد و نمو خود. بیشترین تأثیری که نایتروژن بر روی رشد و نمو نباتات دارد باعث رشد ساقه ها و همچنان رشد برگ ها می شود. و منبع های بسیار زیادی وجود دارد که نایتروژن در آن مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله آنها کلروفیل در نباتات که سرشار از نایتروژن است یا نوکلیک اسید دی این ای در بدن انسان ها و یا در ساختار پروتئین ها یا امینو اسید ها هم عنصر نایتروژن بسیار وجود دارد و بسیار مهم است. دومین عنصر ضروری برای رشد و نمو نباتات پتاسیم است. می خواهیم یاد بگیریم که پتاسیم، عنصر پتاسیم چگونه می تواند بر روی رشد و نمو نباتات تأثیر گذار باشد. همونطور که در شکل مشاهده می کنید، نمونه هایی از تأثیر گذاری پتاسیم را بر روی نباتات برای شما آورده شده است. از جمله آنها، پتاسیم باعث رشد و تقویت ریشه های یک نباتات می شود. یا باعث می شود که عملیه فتوسنتز در نباتات بسیار تسریع بشد. همچنان عنصر پتاسیم باعث استحکام ساختمان نباتات می شود. باعث می شود که استحکام بیشتری پیدا کند. و همچنان با تنظیم آب در نباتات باعث می شود که از امراضی که در نباتات ایجاد می شود جلوگیری کند که بسیار یک وظیفه بسیار مهم است. و باز هم باعث استحکام نباتات می شود در مقابل آفات، در مقابل امراض مختلفی که نباتات ممکنه پیدا کند. همچنان عنصر پتاسیم برای افزایش نشایسته و همچنان قند نباتات هم بسیار تاثیرگذار است. از جمله قند میوه‌جات مانند سیب، عنصر پتاسیم برای رشد سیب بسیار مهم و ضرورت دارد. همونطور که پتاسیم برای رشد و نمو نباتات بسیار مفید است و تاثیرگذار است، کمبود پتاسیم هم باعث می شود که برگهای یک نبات ریزش پیدا کند. پس هم کمبود آن باعث ایجاد ریزش می شود و وجود آن باعث می شود که تأثیرات مثبتی داشته باشد و باعث رشد و نمو نباتات شود. یکی دیگه از ویژگی های بسیار مهم پتاسیم باعث ازدیاد الیاف پنبه و کتان می شود. نباتاتی که باعث تولید پنبه یا کتان است، با علاوه نمودن عنصر پتاسیم باعث می شود که تولید دو ماده پنبه و کتان ازدیاد شود که شما در شکل اینجا مشاهده می کنید که چه تأثیری بر روی ازدیاد الیاف پنبه و کتان دارد. یک تا از ویژگی های بسیار مهم عنصر پتاسیم که بر روی نباتات داره شاگرد ها، اثرات منفی نایتروژن را از بین میبرد. درست است که عنصر نایتروژن باعث رشد و نمو ساقه ها و برگ های نباتات می شود. اما مقدار اضافی نایتروژن باعث تولید گازهای خطرناک که حاوی نایتروژن هست می شود که برای نباتات بسیار مضر است و خطرناک. به همین خاطر عنصر پتاسیم در نباتات با تشکیل مرکبات باعث می شود که مقدار اضافی نایتروژن را کاهش دهد. وقتی که کاهش داد، مقدار اضافی نایتروژن کم می شود و اثرات منفی نایتروژن بر روی گیاهان را از بین می برد. پس یک تا از ویژگی ها و وظایف مهم عنصر پتاسیم هست که اثرات منفی نایتروژن را از بین می برد. خب تا به اینجا با کاربرد و ویژگی های عنصر ضروری نایتروژن آشنا شدید. در ادامه می خواهیم عنصر ضروری دیگر را، فسفرس را که بر روی رشد و نمو نباتات تأثیر گذار هست را با هم کار کنیم.
عنصر فسفرس از جمله عناصر ضروری است که باعث می شود که عملیه تشکیل میوه و دانه را در نباتات تسریع کند. شما هم در شکل مشاهده می کنید که عملیه های نباتات که از جمله تشکیل گل، دانه و میوه می باشد، این عملیه ها توسط علاوه نمودن فسفرس بسیار تسریع می شود و میوه های بیشتر را تولید می کند. نکته در رابطه با عناصر ضروری در نباتات، حدود 60% عناصر به صورت مرکب در قشر فوقانی حاصل خیز زمین و همچنان در اتمسفر هست که مورد استفاده نباتات قرار می گیرد. در این قشر حدود 60% که بیشترین مقدار فیصدی عناصر ضروری هست وجود دارد که مورد استفاده نباتات برای رشد و نموان ها قرار می گیرد. و اما غذای نباتات، چه قسمی نباتات می تانه که غذای خود را به دست بیارد؟ با کمک هم بر روی تختسی ها تشریح می کنیم که چگونه نباتات می تانه غذای خود را از طریق عناصر ضروری که بیشتر برایتان گفته شد به دست بیاره. خوب دقت کنید، عناصر ضروری که باعث می شود نباتات دریافت کند و غذای خود بسازد. از جمله عناصر که نباتات می تواند دریافت کنه، یک تاش نمک های مینرالی هست. نمک های مینرالی. نمک های مینرالی شامل عناصر پتاسیم، عناصر فسفرس، پتاسیم و نایتروژن است که از جمله عناصر ضروری بود که پیشتر برایتان توضیح دادیم. این سه عنصر ضروری که در نمک های مینرالی یافت می شود را از نباتات از طریق کود های کیمیاوی که به زمین ها علاوه می شود و از طریق ریشه ها
جذب گیاه، جذب نباتات می شود و باعث رشد نباتات می شود. پس یک تاش نمک های منرالی هست. علاوه بر نمک های منرالی، عنصر های کربن رو هم نباتات از اطراف جذب می کند. مقدار عنصر کربن مقدار کمی از عناصر کربن را از طریق ریشه ها جذب می کند. اما مقدار زیاد عنصر کربن را از طریق اتمسفر جذب می کند. پس مقدار بیشتری از عنصر کربن را از طریق اتمسفر جذب می کند. مقدار کم از طریق ریشه ها جذب می کند و مورد استفاده قرار می گیرد. دیگه چه عناصری را جذب می کند نباتات؟ شما می دانید که نباتات برای رشد و نمو خود باید آب را از طریق ریشه ها جذب کند. آب هم از جمله مواردی هست که از طریق ریشه جذب می شود. آب شامل چه عنصرهایی است؟ آب شامل عنصرهای هیدروژن و اکسیژن است. پس عنصرهای هیدروژن و اکسیژن از طریق آب، از طریق مولکول‌های آب جذب ریشه های نباتات می شود و باعث رشد و نمو نباتات می شود. پس عنصر کربن، عنصرهای هیدروژن و اکسیژن و همچنان نمک های منرالی که حاوی عنصرهای فسفرس، پتاسیم و نیتروژن می باشد را گیاهان از طریق ریشه ها یا اتمسفر جذب می کند و باعث رشد و نباتات آنها می شود و غذای خود می سازد. خب شاگردان عزیز، درس امروز ما تمام شد. امیدوارم که درس امروز خوب یاد گرفته باشید. شما را به خداوند بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدارتان باشد.